أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم گرانو کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیو زل بیا خپلو گرانو کتن کو تا دے پروگرام کے ہر کلے ویم اوزتا سو ڈیرا ڈیرا مننا کوم ستا سو مدغ پروگرامات تا خی طریقے سره توجہ وکے او دغ پروگرامات نا خروغا فائدہ حاصل کی گرانو کتن کو ترشی پروگرام کی مخبل گران کارپو حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر حسن مشتبہ سرا ضرورت امام و وجود امام باندھے ڈیر خی طریقے سرا تاسو سرا خرو دلیلونه بیان کړیو نه ګرانو کتونکو د پروګرام کې مو غواړو چې د امام څخه کوم شرطونه دي غو باندې خبرې ترې وکړو رسو ګرانو کتونکو چې مو خپل ډاکټر صاحب نه خرو غا فائدہ حاصل کړو ډاکټر صاحب تاسو ته سلام عرض کوم خوش آمدید وایم وعلیکم السلام ډیر مننه ډاکټر صاحب تر شی پروګراماتو کې تاسو ډیر ښه طریقې سره مو ګرانو کتونکو ته د وجود امام او ضرورت امام باندې ډیر خرو دلیلونه راوړو ان شاء الله موږ ګرانو کتونکو بغنه خروغه فائدہ اخستی وي خو غواړو دې پروگرام کې تاسو موږ ګرانو کتونکو ته شرایط امام بیان کې خو اهل سنت په نظر کې ان شاء الله راتلونکو پروگراماتو کې بیا موږ خپل امامیا باندې هم خبرې اترې کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واصحابه المنتجبین واللعن دائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین ز تاسو ته خپل ګرانو کتونکو ته سلام عرض کوم وعلیکم السلام مو تیر شه پروګرام د څو پروګرامات بلکې مو دی په بارے کې عرض کو چې امامت ضرورت شته بالکل او مسلمانانو کې هیڅوک هم د دې انکار نه کوي چې د امامت ضرورت نشته دی موږ ګرانو کتونکو خدمت کې بیا دا عرضم وکړه چې امام ضرورت مند څه دلیلونه دي هم اهل سنت ټول نظر هم د اهل تشیع له نظر هغه مو بیان کوو اندې شان سره قران او احادیث نه هم دلیلونه عرض کو چې امام هر یو زمانه کې ضروری دی د وجود ډیر ضروری دی اوس کې بحث دی ځای ته رسی څه کله امام شما نه ضروری شوه پس د دې امت اسلامي امت واحده امام به چوک وي خب کله امام شما نه ضروری شوه هر یو کسی څه زه امام په کار دی څه خاص شرطونه وي لکه څنګه ته عام دنیاوي منصب کې کسې هغه کس څه غه د یوه ملک صدر جوړیږي یا وزیر اعظم جوړیږي یا د سینټ مجلس یا د پارلیمنټ یو نماینده جوړیږي خاص شرطونه وي جی بالکل یا هم د شان سره د یوه سکول هډ ماسټر دی یا پرنسپل دی یا استاد دی غی خاص شرطونه دی ور سرٹیفیکیٹ وی فلان کی وی زبان باندې بلد وی مختلف ورنه ټیسټونه هم خسته شي لزار یو خاص خپل شرایط یو امام څنګه د یو اسلامي مکمل معاشره امام وی د دې لپاره هم شرطونه ضروری دي کچری مو وکسوم د اهل سنت او کومه نظریه دي په باره کې غمنس کې پل اهل سنت و منځ کې اختلاف دی اهل سنت ایو یو ځنه کسان یو قسم شرایط ذکر کی ځنه کسان جی بل شان قسم شرایط ذکر کی بالکل یو شرط څنګه ذکر کی غدا دې څه
بلکې ځنو دا ادعا کړي چې جمهور اهلی سنت اهلی سنت و کې ځنې کسانو دغه دعوه کړي چې ټول اهلی سنت په دې باندې متفق دي څه په کار د امام څه شی وي مجتهد وي اصولو فروعو کې. زه په دغه ځای کې یوې نقطې ته اشاره وکړم، هغه دا دی چې کوم شرطونه امامیه ذکر کوي، کوم شرطونه اهل سنت ذکر کوي امامت لپاره، د دې بنیاد کوم ځای نه راوځي. چونکه اهل سنتو او د اهل تشیع منځ کې د امام کوم شرطونه دي او منځ کې فرق دی، ډېر فرق دی خپل منځ کې، اختلاف دی دیو منځ کې. د دې اختلاف جړ او بنیاد د پیغمبر اکرم رحلت ته پاتې دی، سقیفه نه د دې اختلاف آغاز کیږي. هغه کسان غیس امامت خدای طرف نه دی لکه تشیع امامیه، د غیس امامت یو د خدای منصب دی، منصب الهی دی، خل د انتخاب کوي نشي، بلکې خدای متعال د معین کړی دی. پیغمبر اکرم هم دغه وضاحت کړی دی، هغه خدای لیدی مشرې دی. پس غو امدی نظریه په مطابق چې امامت یو خدای منصب دی، امام د پر شرایط ذکر کړی دی. او هغه کسان چې غویی چې نه امامت پیغمبر اکرم او خدای متعال خلقو ته پریښلی، څه خل څه شان سره هغه خوښیي تعین کوي، غو د شرطونه دی شان سره ذکر کړی دی، څه هغه په مطابق هغه شرطونه څه شی شي برابر شي. بالکل، حتی ځینې شرطونه دي شان سره یې څه اصلا د امامت او د امام ضرورت سره نه خوري. یعنی واقعا که چیرې هغه شرطونه وي، یعنی هغه شرطونه نه و امام کې، نو اصلا هغه ضرورت منتفی کیږي. لکه کسوم طول تاریخ کې څه دغه شرطونه ځینې کسانو کې موجود نه و کوم اهل سنت و امامان خپل ځان دپاره ګڼلو. اوس کې راځم اول د شرطونه ذکر کوم، بیا به تجزیه او تحلیل ته راځم. بالکل، ځینې کسان څغه امامت کې کوم شرطونه ذکر کړي دي امام دپاره، لکه تقریبا اکثر دغه یې څه امام په کار دیغه مجتهد اصول و فروع کې جی خورست کوم شرطونه ځینې کسان ذکر کوي، غنه ده پته لګیږي چې نه مجتهد شونه هم شرط نشته دی. یو شی څه هغه منځ کې اختلاف دی قدیم نید سه امامت کې امام کې عدالت شرط یا شرط نه دی. تقریبا موږ کسون څه اکثر اهل سنت دغه عقیده دی چې امام کې عدالت شرط نه دی. و ځینې کسان تاکید سره یې څه او کې عدالت امام کې عدالت شرط دی، غونه یو ذی محشری دی، جر الله ذی محشری جی څه د تفسیر الکشاف مفسر دی، قرآنی تفسیر دی، قرآن آیتونو تفسیر دی منی لیکلی دی. یو هم ازود دینی ای جی څه هم یه څه امام کې عدالت شرط دی. پس مو وس ایوه ایوه کس کم متن دی کم عبارت دیگه بیانو سه هم اشعره و دغه خبره کردیه دیدی پا باره که هم معتزله و دغه نظریه اشتاد سه زنی غو که دستی سه غویی سه عدالت ورکه شرط زنی سه عدالت شرط ندی و که چیری مو عدالت شرط و نگنل، پس بیا اجتهاد در اصول فرو هم مورد سوال قرار کیگی. بلکل، یو دغه نه یو محدث بزرگ، یو غټ محدث اهل سنتونه، غا مسلم بن حجاج قیشری، یعنی هغه کس غ مسلم شریف رجمه کړی دی، صحیح مسلم علیکم احادیثونه رجمه کړی دی، دی مؤلف مسلم بن حجاج قیشری نه جی. مسلم بن حجاج قیشری صحیح مسلم دریم جلد باب الامر بلزوم الجماعه صفه یوزر یوسل درې او یا صفه من دغه حدیث ذکر کی، حدیث هم دی یوزر تسوا او وصل وختم
اوام سلوختم حدیث دی حدیث جی صدی حدیث کے دی شان سر رسید حذیفہ بن یمان دا حدیث پیغمبر اکرم نہ نقل کی پیغمبر اکرم ارشاد فرمائی س ما د بعد به زنی پیشوایان به په سر کار راشی یعنی غاب د دی اسلامی مشره در ریاست دعوا به وکی خلافت سنه د ما په لیاره باندې روان دی اون اغه روش سد ما روش و غبانې به عمل کی جی بلکل. یعنی بالکل د ما لیاره په مخالف باندې به روان بیا پیغمبر اکرم یی صدا و کسانو که به زنی کسان دی شان سره وی په ظاهر کې خوب دغو شکل انسانانو غوندې وي خو زړونه دغو څه شی وي د شیطان والا زړونه وي یعنی زړونه دغو د شیطان والا زړه دی جی. و ظاهر کې د انسانانو والا شکل دی شکل دی جی بالکل بیا حذیفه بن یمان یی څه ما پیغمبر اکرم نه پوښتنه وکړه سیر رسول خدا دسی وقت که سیو کس دسی پیشویان راشی سقد تا پا لیاری باندی ندی روان اوز پا ظاهر که انسانان دی خوب پا باطن که غصه شیدی شیطانان دی دختین که دمو وظیفه سه دمو تکلیف سده سو کنده خو خبر اومنو یا اونمانو جی بلکل ایسا پیغمبر اکرام ویلو دسی کس دسی فرمان روا متی جوړ شه اطاعتی وکه اگر چې غد سټ نتا باندې خنجر ولګي یعنی سټ نتا خنجر سره تورې سوی هم بیا هم ته داسې کس اطاعت وکه او د تا وله کوم مال متا دی غد څه شی کې غصب کې غیوسی په زور درنه بیا هم د داسې کس اطاعت وکه ګوره همدی حدیث کې تنقضګویی دی نعوذ بالله اندی مسلم شریف که در گم حدیث دی ایو تران پیغمبر اکرمی صدق کس ما در بعد بزنی کسان پیشویان به دیشان سر راشی دس خلفا براشی سقب در امامت خلافت دعوه او کی بلکل سمال یاری بانده و ما روش بانده با عمل نوی روان جی. پس ظاهر که بقیه انسانان وی خوب باطین که غصه شدی شیطانان دی ایو طرف تا پیغمبر اکرم دیشان سر ای بیا بل درم ندر دی استا تکلیف دی است دت کس منه اطاعت وکا اطاعت وکا کسرت نه جی تا خنجر سدوی هم او در پټول مال لوټ کی هم ته د دې کس اطاعت وکا د انسان عقل او فطرت دا خبره نه منی به هر حال غرض مقصد مدي سره واس دی حدیث نه پاته لګیږي صدقه مسلم شریف کې صحیح مسلم کې ذکر شوی دی مسلم بن حجاج قیشری حذیفه بن یمان نقل کی دی حدیث نه پته لگی سکه چیر خلیفه امام یوزلم کس و هم و په خلاف تواز نشو چتا ولی پس امام کی عدالت شرط نشه یو کس سقط سرت نه انسان باندې خنجر لگی په ظاهر انسان دی بدین که شیطان دی یعنی عدل ندی دسی که انسان دسی انسان سشه دی فسق دی ظلم دی پس دی حدیث نه پته لگی سه عدالت شرط نشته بالکل اندیشان سره مسلم شریف کې صحیح مسلم کې ابن عباس نه نقل شوی چې پیغمبر اکرم دی شان سره ویلو ز عربي نه ذکر کوم صرف هغه ترجمه یې ذکر کوم بالکل ډیره خبره ده کچېری پیغمبر اکرم چې کچېری خپل پښوا خپل امام نه چوک یو بد کار وکسي یو بد عمل وکسي په کار دی غ بد عمل مقابل کې دغه انسان څه شی وي صبر وکړي دغه امام پښوا بد عمل مقابل کې دغه انسان صبر وکړي ولی څه کچېرې ایوې ولشته ایوه وجه برابر هم د نورو خلکو نه دغه کس وریاشي سړته شي اوغه حالت کې مړ شي داسې انسان د جهلیت مرګ باندې مړ شوی دی ګوره دې حدیث کې د اکوم حدیث و څه من مات اولم یعرف امام زمانه ماتمیتتن جاهلیه د دې حدیث تقریبا تحریف شوی دی ادې شان سره څه کې هیڅ جاهلیت مرګونه مړ شوی دی حدیث کې هیڅ کچېری ده حال کې ده حالت کې انسان مړ شه ده انسان د جاهلیت مرګونه مړ شوی بالکل ایو طرف د کسې څه
یعنی واقعا خدای متعال قیامت پر ذکر تام دی حدیث په مطابق مؤاخذه کی د ظلم نه دی نعوذ بالله بالکل ای به طرف نه تکسی چې ظالم دی انسان غلط کار ده کی ظلم ده کی غپ خلاف تا آواز اوچت کی تا صبر یعنی بردبرید و نکه غپ خلاف تا آواز اوچت کی او خلق نه ده کوملیار دی غدی جدا کا خلق اعتراض نکی دی باندې تسلیم دی خطا د غلط په خلاف غلط کار په خلاف څه شی وکړه جی احتجاج اعتراض وکړه نو بل احتجاج د وکړه ده حالت کې ته مړ شوی یعنی ته د جاهلیت مرګ باندې مړ شوی نو وزو بالله پس دغه کس بیا اخرت کې نشي رسې خدای د ظالم دی وجه نه زدی ظلم په خلاف پراتم او ما وظیفه ده وای خدای ته اوس غواړي ما جی مجازات کې ګوره دی حدیث کې ظاهر تناقض گویی ده و حتی دی حدیث په مطابق نعوذ بالله د کربلا واقعه هم زیر سوال رسی بالکل لکه نن سبا ځینې وهابیان همدغه آواز اوچتوي پس د دې دو حدیثو نه مو دغه نتیجه را خلوم څه یو ظالم یو فسق یو فجر انسان د امت اسلامي امام جوړېدی شي پس امام کې عدالت او فسق نه پاکشونه ظلم نه پاکشونه شرط نه دی یعنی که چیرې یو کس عدل هم نه و ظالم و مثلا یزید علیه لعنه لعنت الله علیه یزید غوندې کس هم د یو مشرع امام و په کار د دغه خبرې مونې مو عمل وکړو نعوذ بالله جی بخښنه غواړم یوه وړه وعده مخلو دا مې بیا واپس راځو گرانو کتون کو واسم وڑا ودا مخلو دا مې د با تاسو په خدمت کې بیا حاضر کیږم مولانا 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 یا علی مولانا 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 یا علی گرانو کتون کو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یم جی ڈاکٹر صاحب تاسو ډېر ښه تر کې سره مګرانو کتون کو ته ډېر خرو خوږ بیان کولو جی یو د هغو کسانو نه اهل سنتونه څخه د امامت شرایط ذکر کوي او عدالت خو کې شرط نه ګڼي ابوبکر باقلانی دی قاضی ابوبکر باقلانی څه د اشاعره او مکتب سره تعلق لري دغو مکتب نه یو عالم دین دی غی څه امامت که چو غواړي څه خلافت مقام ته ورسېږي هغه کې درې شرطونه ضروري دي یو دا څه قریشي وي کوم کس امام جوړېږي قریشي نه علاوه بل کس امام نشي جوړېدی دویم دا څه قضي حده پورې په کار دی هغه ته علم او آګاهي وي ان دوره هر پورې هغه سره علم وي څه هغه قضي جوړېدی چې قضاوت کوي چې هغه نه زیات علم ضرورت نشته دی دریم غدا دی څه په کار دی د جنگ والا او جهاد والا کوم ټیکنیک دی کوم طریقې دی هغو باندې آګاه وي هغو باندې ورته علم وي بیا هغه دی درو شرطونو نه بعد رسید څه آیا یو امام مو خپل امامت او خلافت نه څنډه کوی شوم یا نشم څنډه کوی دغه ځای کې څه ابوبکر باقلانی دی شان سره ای څه امام هرگز کچری و امام چا اموال غصب کو چا زمک غصب کی چا کورون لوٹ کو او د خلقو کشت و کشتاری وکه او د خلقو ناموس پانی تجاوز وکه او د خدای حدودی جرینه کو دی شیانو سرا د سه کس امامت نبر کرن نرکی ده نشی یعنی چوک حق نلری کچری و کس دی سغد خلقو اموال غصب کو قتل وک تجاوز وک تجاوز وک او د خدای حدودی جری نه کو د سه کس خپل منصب نه برکرد نر کیده نشی بلکې اندی شریعت سره سره د ابوبکر باقلانی اندی شریعت سره سره د امت د غوظیفه د څه غ نصیحت کی او غ وردار کی او غتوی څه ته دغه کار ما کا نور حق نه لري څه غازل کی غزې یو بل کس شي کی امام تعین کی امام تعین کی
او حالان کې دا امین او مامون زمانه کې دغه کاملا دغه خبره اتفاقی پریوتل دی غم اهل سنتو په ذریعه سره جی امین خپل د خلافت اعلان وکړه. اخ طرف نه مامون راغل امینی قتل کې خپل ځای خپل ځانی غپو ځای باندې جی ځای کړلو. یعنی دی ابو بکر باقلانی خبره په مطابق او مامون یو حرام کار وکړه، سغه امینی قتل کړل. بالکل، چونکه امین ظاهری طور باندې بد اخلاق او اخلاقی حالسه ټیک نو، او مامون خپل ځان وکتس امین ورته خطر دی. نو مخکې د دینه س امین د مامون په خلاف اقدام وکي، دغه په خلاف اقدام وکوي چې شکه قتل قتل. نو د دې خبرې نه دغه پته لګی د متوضح کیږي او روشن کیږي چې ابوبکر باقلانی له نظره هم امامت کې عدالت شرط نشته نه دی، بلکې دا خو ډېر مخکې لاړ دی. حتی هیڅ کسان قتل کې هم تجاوز وکي، تجاوز وکي نعوذ بالله، یعنی د انسان ابروریزی وکي، احترامی پیمال کی، بیا هم د څه کس بیا امام نه او د تعزل کوي نشي. قاضی القضات عبدالجبار همدانی یو د معتزله او د اشعره او علم دین و باقلانی، البته باقلانی کوم کتاب دی تمهید الاوائل تلور سوا و یو او یوان سوی بانده تا تا او یوان سوی بانده دقا مطلب ذکر کی. و قاضی القضات عبدالجبار همدانی هم در خپل کتاب شرح الاصول الخمسه او سوا پنزوس نه او سوا یو پنزوس پر امدی شانسره المغنی فی توحید والعادل که دی شان سره غخپل نظر ذکر کی. غیث امامت کی درې شرطونه ضروری دی جی. داد ابوبکر باقلانی په خلاف یو معتدل نظریه ذکر کی. غیث درې شرطونه ضروری دی، یو داس په کار دی علم وی امام، بلاس عدالت اور کی محرز بی یعنی عدیل بی او در ایم دست شجاع بی. پس ده قدری شرطونه چشه که ذکر که ایمان ده پره علم، عدیل و شجاع. ابو بکر باقلانی میلو چه علم بی چه حده پره؟ قضی حده پره، دهی چه نم پکار ده علم بی، قضی نه بلکتر بی بلکل تو این دست عدیل بی. ابو بکر باقلانی ویلو عدالت شرط نشته نده، چون که غ خبر غ کوم عبارت ذکر کرده و غ نپات عدالگیگی واضح و روشن دیست کله یو انسان کشت و کشتار که ده خلق و ملون غصب که ده خدای حدود نجاره که اینی غفصه اکتی عدیل نده. در این شجاعت چه ابو بکر باقلانی شجاعت ذکر نکد چه شجاعوی، بلکه ده غی ویلو چه بکار ده جنگ و ده جدل و ده جهاد کم تکنیک دی قوانده وارد بی مسلط بی بلکن مسلط بی، اما شجاوی گی نوی دی بباره که ذکر نو کرد ذکر نو کرد جی. و داغ خبره لکه ذکر نو کس شرح الاصول الخمسه که اندیشان سر المغدی فی توحیده والعادل که داغ خبره ذکر کردید. اندیشان سر کچیر موکسون زی محشری دین اوچه ده خبره که ابو القاسم زی محشری جار الله چه معروف دی جار الله باندی غخ پل تفسیر که کشاف که الکشاف ان حقای که غوامی زیل قرآن اول جلد یوسل چلورمتی هم صفحه باندی قداغ عبارت مطلب ذکر که او غم ده دقی آیه تفسیر که ویدیب تلا ابراهیم ربوهو بکلماتین زمحشریه ایت دقیه ای پر مطابق امامت ظالم و فسق تا قرآن مجید به نظره نرسیدی، یعنی کچیر قرآن مجید تمون نظر بکوم نو دقیه ای ایت امامت مقام ظالم و فسق تا نرسیدی. بیاد دقیه جمله تفسیر که دقیه توته لا ینالو عهد الظالمین دیشان سره ای زمحشری غیت امامت خلافت دغه د تا دی ای تشدید شانسکیت ای ابراهیم د امامت و خلافت کومکام دی
ده تا ظالمان کوم نسل نکوم کسان دی غوته نرسیگی صرف د تا بچیو نه اغو بچیو تا دغه امامت مقام رسیگی چقدر شیوی عدل وی او ظلم ستم نسل شیوی مبراوی چا باندې ظلم ستم نوی کنه بیا اغا اندیشان سره ابن ابیه ندغه یا ابن غیبه ندغه خبر نکر که زمحشری دیزه که ابن غیبه یا ابن عیبه ندغه خبر نکر که خیلی چه ابن عیبه چه ظالم ایچه کلا امام نشی جوری نشی که ده سنگی که دیشی چه ظالم بانوان امام منصوب شی در حالی که هدف ده امام جوڑاوالی نسده چه ظلم امام پا ذریعه سر ظلم ختم شی و عدالت مشرکی قیم شی بلکل هندسه ده امامت کما فلسفه ده غم محقق شی کچیر یو انسان ده چه غم ظلیم وی عدل نوی یو امام ظلیم ای اغا سر ده کم ده هدایت فلسفه ده کم هدف ده امام شوانی نغا پورا کیگی نه ایسه کلا نه پورا کیگی بلکل بس بیا ده امام یو ظلیم سلطان منز که سفرک شد اها کسان چگو ده جهلیت زمانه که کن ظلمونه کولو خلقو بانده خلقی غلمان جوروالو و دی منز که بیایی چه فرق نشتا ده صرف ده چه ده به ظاهر خپل جان مسلمان گرنی اوغا جان مسلمان نگرند نوغا ابن غیبه یا عبیه دیشان سره یا غیبه چه مختلف و دغه سره ذکر شویده غمده ای چه پس عدالت اجتماعی بیا جری که دل نشی که چیر یو امام عدل نده ظالم ده ایسه کلا با اجتماعی که عدالت غب جری نشی بلکه طول خلق بچه شیوی رو با وحشت کی بی و عدالت رو رو مشرت شی کی گی برای کی گی بلکل او یو ده کربلا کم امام حسین علیه السلام قیام ای با فلسفه دامت خلق اکم عدالت نوریا کی دو خلق عدالت طرف تا جی نجده کرد دو غم مقابل که ازید مقابل که و دارید بلکل جی دیر اخر اوغا جمله داده که ایچ کچیری ابن عبیه غا ایچ کچیری یو ظالم انسان یو امام منصوب شی یعنی امام جور شی یو ظالم انسان امام جوری دیشی ده پا مثال داده چه یو لیوه چشی شی ده گرد و گردبون جور شی اوغا تا گردی تشش که و رو اسپاره یو ظالم انسان امام جی امام شفانه دی شان سره ده سی او لیوانه تا چوپان جوڑ که یو گڑبون جوڑ که جی و گڑی ورطا بیر که سب گڑی ورطا بیر که بلکل نو علیوه بچه که گڑی با سشه که او بای خوری بلکل مرداری بی که ده یو ظالم انسان امام منصوب کوله هم جی اندی پا مثال ده بلکل هم نسو دی نو دقا ده اهل سنت و کم علما دی دقا دغو کلمات دی صدیو که گوره وقت سعیوه طرف تا ابو بکر باقیلانی صحیح مسلم که کم حدیثونه دی غا دی بلکل بل طرف نتا وگوره عبدالجبار حمدانی و اندیشان سره زمحشری کشاف کتاب که کشاف کم تفسیر کتاب دی و که دیشان سره نی بلکل مقابل که دی و بل مقابل که جی بیان کردی بلکل دکتر سیز بخانه وانو مو سره وقت پیتر رسیده دی انشاءالله رتلونی پروگرام که با موتاسونا نور آخر و غفیده حسیلو زتا سو دیره دیره منه نکام زتا سو دیره خیلی طریقه سره مگرانو کتون کو تا خرو شرط اهل سنت به نظر سره امامت والا کم شرطون رو بیان کردلو انشاءالله مگرانو کتون کو بارن آخر و غفیده خستی بی گرانو کتون کو داغا پروگرام اس مونگ پیتا و رسیدو رتلونی پروگرام پوری زتا سو طول خدای بند سپرم الله پا آمان لی خمساتون اطفی بیهیم حر الجحیم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.